سالون و این قهرمان محبوب رو در آغوش گرفتند و یه مقداری نظم مسابقات دچار مشکل شد و قهرمان محبوب با پهلوان دوست داشتنی ما حسن یزدانی به عینه دیدیم که چقدر محبوب هست در بین علاقمندان به کشتی. متو یه مقداری نظم مسابقات به هم خورد، برای همین من این توضیح دادم که این کشتی مقداری با تاخیر آغاز شد. کشتی پایانی رقابت انتخابی است. محمد حسین محمدیان با دوبندی آبی در مقابل مشتبه گلج. خب کشتی اول رو محمد حسین برد، یه سر زیر بغل دیدنی اجرا کرد، گلج رو شکست داد و حالا ببینیم که در این دیدار چه اتفاقاتی خواهد افتاد. دو دسته هم کار میکنند و کشتیگیر. گلج کشتی اول رو واگذار کرده. داور وسط آقای علی اصغری هست. داور وسط آقای علی اصغری، داور گیلانی ما، این کشتی رو قضاوت میکنه. قضاوت ها بی نقص بوده. و باید دونیم که نهایتاً در این کشتی محمدیان پیروز کشتی خواهد بود یا مشتبه گلج. کشتی اول رو که محمدیان حریف رو شکست داد. حالا علاقمندان به کشتی نگاه بکنن، کشتی حساس رو. همه مسابقات حساس بوده، تکلیف و وزان مختلف مشخص شده و بی صبرانه منتظر مسابقات جهانی سربستان هستیم. صدر که سر و گردن گلش رو در اختیار بگیره، محمد حسین محمدیان. در همون حالت دو دسته هم کار میکنن آقای علی اصغری، در حالی که 1 دقیقه و 30 ثانیه از زمان کشتی رو سپری کردی. کمتر از 1 دقیقه و 30 ثانیه به پایان وقت اول. وقت در تقاضای اختیار 30 ثانیه خواهد شد یا برای محمدیان یا برای گلج. گره کشتی باز بشه. گلج تقریبا یه ماه پیش در تون کابون شهر خودش قهرمان جام تختی شد. در فینال یه کشتی سخت رو از آذرپیرا برد، اومد به رقابت‌های انتخابی تیم ملی. سال قبل هم در رقابت‌های قهرمانی جهان مدال برنز گرفت. و محمد حسین محمدیان قهرمان آسیا در اولمپیاد مغولستان که کشتی اول خودش رو برد، گلج رو. اختیار 30 ثانیه برای محمد حسین محمدیان، باید بتونه که امتیاز بگیره. کارو و همینطور گلج دشوار هست، دو قهرمانی که حالا چند سالی است از مدعیان اصلی هستند. در کنار علی شعبانی که علی شعبانی حالا یه مقداری از جمع این دو کشتیگیر فاصله گرفته و قهرمان جوانی به نام آذرپیرا، قهرمان جوانان جهان، کشتی‌های وزن 97 کیلوگرم رو داغ، مهیج و دیدنی کرده. لحظات پیش حسن یزدانی قوقا کرد در سالن. علاقمندان او به وسط سالن و کنار تشک اومدند و او رو غرق بوسه کردند و لحظات بسیار زیبا رو رقم زدند، هرچند که نظم مسابقات یه مقداری به هم خورد واقعا و ما ترسیدیم که حتی اصلا یزدانی آسیب ببینه. این قهرمان ما، قهرمان محبوب که در دل مردم ایران جای داره، به لحاظ اخلاق، به لحاظ فنی که سرآمد هست، قهرمان بزرگی است در سطح دنیا و همینطور به لحاظ اخلاقی. خب وقت اول به پایان میرسه، به سمت مربیان خودشون میرن. ببینید که در وقت دوم چه کار خواهند کرد. محمد حسین محمدیان که حالا عزم خودش رو جذب کرده دو بنده تیم ملی رو به تن کنه و مشتبه گلش، او هم سعی داره که اول به تیم ملی برسه، بعد مدال برنز خودش رو تبدیل به یک مدال خوش رنگ‌تر کنه در رقابت‌های سربستان. اول از این فیلتر باید گذشت. هر دو دوست داشتنی، مخصوصا مشتبه گلج، خیلی هم با اخلاق. همینطور محمد حسین محمدیان که او هم با اخلاق هست. تو قهرمان ما، همه کشتیگیران ما به لحاظ اخلاقی سرآمد هستند، چه در کشتی آزاد چه در کشتی فرنگی. رو دربیان پارو دنبال میکنند و کشتیگیر 1-0 همچنان گلش پیش هست و من تصدیق کنم که اگه گلج این کشتی رو ببره ما یه کشتی دیگه هم خواهیم داشت. این کشتی 2-3 بوده، این کشتی 2-3 بوده. من تصدیق میکنم کشتی اول محمد حسین محمدیان برد. اگه این کشتی رو مشتبه ببره که تا به اینجای کارم 1-0 پیش هست و برده است، یه کشتی سومی هم خواهد بود. 2-3 ابتدای کشتی گفتم این کشتی آخر هست، میتونه کشتی آخر باشه اگه محمد حسین محمدیان شکست بده، دومین پیروزی رو به دست بیاره، میشه کشتی آخر. اگه گلش ببره کشتی سوم هم برگزار میشه. همچنان 1-0 پیش است. 2 دقیقه به پایان کار، محمد حسین محمدیان سعی در جبران کار. اگه اختیار 30 ثانیه رو بدن به گلش که حالا میدن، در این 30 ثانیه باید بتونه امتیاز بگیره. اگه یک امتیاز از دست بده، امتیاز آخر
مال محمد حسین محمدیان و برنده کشتی خواهد بود و برنده کشتی خواهد بود. اگه محمد حسین ببره کار تمامه، اگه گلش ببره یه رو استراحت میکنن، بعدش کشتی سومی برگزار میشه. حساب کار فعلا که 1-0، حساسیت ها زیاد هست. کشتی های 2-3 که برگزار میشه دیگه واقعا حرف و حدیثی باقی نمیذاره. حالا یه کشتیگیر میاد توی یه کشتی میبازه، یه اشتباهی میکنه، شاید توی یه دوره از مسابقات زیاد آماده نباشه، منتها وقتی دو بار یه حریف بتونه حریف رو شکست بده دیگه جای حرف و حدیثی نمیذاره. یعنی کادر فنی میتونه سر خودش رو بالا بگیره که مسابقه انتخابی 2-3 برگزار شده. یعنی اگه محمد حسین بتونه گلش رو شکست بده دیگه حرف و حدیثی نمیمونه و همینطور عکسش هم صادقه. اگه مشتبه بتونه محمد حسین رو شکست بده حرف حدیث نمیمونه، میشه برای زیر، یه زیر از راه دور، اما به خوبی پای عریب رسید محمد حسین محمدیان، تبدیل کنه به چپا، بالا میاره، خاک میکنه، اینجا موفق شد دو امتیاز رو به دست بره، یه لحظه به پل برد مشتبه گله، یه لحظه هم روح کرد. این میتونه دو امتیاز برای محمدیان باشه و تو اون حالت خاک تو خاک که گلش رو میکنه یک امتیاز. قضاوت آقای علی اصغری نقص نداشت. دو امتیاز برای محمدیان و یک امتیاز برای گلج. به دنبال بارانداز، یه بارانداز جانانه رو میتونه اجرا کنه. خیلی کشید روسین مشتبه گلج. 34 ثانیه به پایان کار. محمد حسین محمدیان 34 ثانیه سخت رو در مقابل هجوم های پیاپی مشتبه گلج در پیش رو داره. گلج اعتراض میکنه. مصفر 3-2. زمان داره برای جبران و محمد حسین محمدیان هم سعی داره که با درایت کشتی رو اداره کنه در این لحظات سخت و دشوار. انتخابی وزن 97 کیلوگرم. میشه برای زیر مشتبه گلج. سعی داره که به هر صورت ممکن امتیاز به دست بیاره. تنها 18 ثانیه به پایان کار. گلج فشار رو بی امان. دست به زیر کتفه حریف زد. یه لحظه محمد حسین محمدیان سعی داره که به هر صورت ممکن اداره کنه این کشتی رو. عضو تیم ملی در صربستان باشه. گلج میشه برای زیر. ثانیه‌های پایانی 4 ثانیه، 3 ثانیه، 2 ثانیه، تمام. در یک کشتی سخت، در یک انتخابی تمام عیار، محمد حسین محمدیان موفق شد گلش رو شکست بده. در کشتی اول که برد، در کشتی دوم هم حالا پیروز میشه. هرچند گلش معترض هست به اون فعل و انفعالی که امتیاز رد و بدل شد. محمدیان خاک کرد، یه دو امتیاز گرفت، رو کرد گلش و یک تک امتیاز گرفت. حساب کار 3-2. به نظر حرف و حدیثی نداشون امتیاز. باز هم داوران باید ببینند. آقای بشیرزاده، آقای مصلایی پور و آقای آقا ولی اگه تایید بشه که میشه 4-2، حالا دیگه زیاد فرقی هم نمی‌کنه. منتها اگه اعتراض گلج وارد بشه باید اینکه چه امتیازی رو خواهند داد. چه امتیازی خواهند داد؟ و در یک انتخابی تمام عیار فعلا محمد حسین محمدیان دو بنده تیم ملی رو در صربستان خواهد پوشید. بله اعتراض وارد نبود. یک امتیاز برای محمدیان، 4-2 و محمد حسین محمدیان ملی پوش ما خواهد بود در رقابت قهرمانی جهان در صربستان. تشکر میکنم از شما عزیزان بیننده و سلامی دوباره دارم به شهاب.